جناب اسد زرمهر گرامی، به برنامه بزرگداشت و نکوداشت از منوچهر بیبیان خوش آمدید. درود بر شما خانم مسئوله عزیز. تشکر میکنم. نظر شما برای برگزاری مراسم تقدیر از بزرگان و چهره های ماندگار که در فرهنگ، ادب و هنر فارسی نقش اساسی و ماندگاری دارند چه هست؟ والا الان روزگاری شده که افکار عمومی به طور کلی منقلب شده به خاطر خیلی مسائل. حکومت ایران عوض شده، کرونا اومده، خلاصه این باعث شده که بسیاری از ماها اندیشه های نو و تازهی پیدا کردیم. اما چیزی که برای ما در حال حاضر مهمه اینه که چقدر به اصل و هویت خودمون اهمیت میدیم. اگه ندونیم که از کجا آمدیم، نمیفهمیم که به کجا خواهیم رفت. برای اینکه قوی باشیم، باید ببینیم که چه پشتوانه قوی پشت سر می. بزرگان ما در فرهنگ و هنر، در علم و صنعت، در هر زمینه و رشته‌ای که باشه، اینها همه اینا پشتوانه ما، اینا هویت ملی ماست. اینه که هر کاری که هر بزرگی که واسه جامعه ایرانی کاری انجام میده در هر زمینه‌ای قابل تقدیره و باید از اینا ستایش به عمل اومد. اینا باعث میشه که هم قدرت ذهنی ما، هم قدرت انگیزه ما نسبت به آینده بهتر بشه و اینکه آیندگان ما هم بدونن که هر کاری که بکنن این سپاس، این قدردانی به جا میمونه و بهتره که مفید واقع بشن. الان اینی که از یه بزرگی میخواییم بزرگ داشت به عمل بیاریم، امیدوارم دیر نشده باشه. برای خیلی جاها خیلی از بزرگان ما دیر شد، اما هنوز قدر اون کسانی که زنده هستن باید بدونیم و هرچی زودتر از اینا بزرگ داشت به عمل بیاریم. بزرگ داشت اینها در حقیقت بزرگ داشت از خودمونه، از فرهنگ خودمونه. اینا جزء فرهنگ ماست، یعنی از خودمون داریم سپاسگزاری میکنیم، تشکر میکنیم. این نظر من. بسیار نیکوست. و همونطور که میدونید در حال حاضر هنرمندان بسیاری، ادیبان، فرهنگ دوستان و بسیاری از افراد ایرانی، خیلی از ایرانیان عادی در سر تا سر دنیا پراکنده شدند و امکان این که برای نکوداشت فردی ما اونها رو در یک مکان با توجه به وضعیت کنونی جمع کنیم امکانش وجود نداره. پیرشن نبار تصمیم گرفت که از طریق رد کارپت مجازی و یا آنلاین حرکت بزرگی رو انجام بده و به این وسیله نکوداشت و نکوداشتی رو از بزرگان داشته باشیم. نظر شما در مورد نوآوری پرشن عباس در این مورد چه هست؟ خوشحالم که یه چنین کار جالبی رو شما پیگیری میکنن. خیلی از گذشته های دور خیلی ها سعی کردن یه کارایی بکنن. خود من هم میدونی که در اینجا کانونی داشت میدونم، کانون سپاس، که فقط از دو نفر تونستیم سپاسگزاری بکنیم، دکتر رضا براهینی و استاد فرهاد وارسته، بنیانگذار کاراته در ایران. ای کاش نظیر این در همه جا پیش میومد. حالا که این یه چنین موردی بعد از سالها دوباره اومده، باید قدرش دونست، باید پیگیری کرد، باید شاخه های دیگه و هر اسمی که میخواد باشه در همه جای دنیا، در همه زمینه ها، در همه رشته ها باید به وجود بیاد. ما باید ارزش کارهای خودمون رو بدونیم، ارزش هنرمندان و کسانی که پایه‌گذارن، برای کسانی که پیشتازن، برای کسانی که انگیزن تا ایرانی هویت بهتری در جهان پیدا بکنه، ما باید همه این کارا رو انجام بدیم. حالا خوشحالم که شما یه چنین کاری رو دارین ادامه میدید و امیدوارم که دیگران هم
پاجای پای شما بذارن، دست به دست شما بدن و در همه جای دنیا که ما پراکنده هستیم یه چنین بنیادهایی، یه چنین سازمانهایی، انجمنهایی به وجود بیاد که قدر بزرگانی که در اطرافشون هست بدونن. سپاسگزارم، واقعا همینطوره. الان موقعیت پیش اومده که سهولت در انجام این کار خیلی بیشتر از گذشته شده. به همین جهت قدر زمان کنونی رو باید دانست و به سراغ بزرگانی رفت که هنوز در بین ما هستن و قدرشون رو باید بدونیم. جناب زرینی، مسروره هستم و از اینکه در برنامه نکوداشت جناب منوچهر بیبیان شرکت فرمودید صمیمانه سپاسگزاری میکنم و به امید این هستم که روزی همه ایرانی ها دست به دست هم بدن و صدای همدیگر رو به جهان برسونن. بله دقیقا، من در تایید حرف شما الان روزگاری شده که دیگه خوشبختانه بنا به مسائل که در ایران به وجود اومده باعث شده که ما ایرانی ها هم بسته در شدیم. اقلیت ها اصلا صحبت اقلیت نیست، همه ملت هستیم. خب آقای منوچهر بیبیان که بزرگی است، در یکی از بزرگان است در موسیقی، ایشون با وجودی که کلیمی هستن ولی یک ایرانی هستن. اون چیزی که در وهله اول ما درش مشترکیم ایرانه، کشورمون، زادگاه ماست. بنابراین از هر قوم و ملیتی که میخواد باشه، از هر زبانی که میخواد باشه، همه اینا ایرانی هستن، همه اینا با هم برابریم، همه ما برابریم و باید قدر یک دیگر رو بدونیم. و الان روزگاری است که دیگه قدرشناسی باید بشه از همه، با هر حالتی که میخواد باشه، با هر تفاوت مذهبی، نژادی، قومی، ملیتی، هر دو که میخواد بشه، در اون خاک پاک که دنیا آمدیم ارزش تقدیر و قدردانی داره، سپاسگزاری داره. من از همینجا از جناب منوچهر بیبیان سپاسگزارم به خاطر خدمات و زحماتی که در طول سالها کشیدن، بنیانگذاری کردن، همین کار صفحه پر کردن و این حرفا که از اونجا شروع شد. ایشون پیشتاز هستن و باید خیلی بیشتر از اینها ازش قدردانی کرد. من سپاسگزارم شخصی از ایشون و شما هم سپاسگزارم که یک چنین برنامه‌هایی رو ترتیب میدید. سپاسمندم.